خبرها را از روز شنبه پی می‌گیریم. خشونت خیابانی که نظیرش در حافظه ها غایب است. پلیس در میدان اتوال به حفاظت گور سرباز گمنام ایستاده و حتی پرتاب گاز اشکاور مانع نمی‌شود تا خرابکاران نفوذی در جلیقه زردها رفتاری وحشیانه نشان دهند. معابر عمومی، رستوران، بانک و یا حتی دکه‌های روزنامه فروشی به آتش کشیده شد. در عوض عجولانه حکومت تهران گرد همایی جانبداری از جلیقه زردهای فرانسه را در برابر سفارت فرانسه در تهران فراهم کرد و سر نصیحت و گریز از دیکتاتوری دولت و مجلس مردمی فرانسه را پند و اندرز داد. یک بار دیگر تماشای این تصاویر کار قضاوت را آسان‌تر می‌سازد. در میان بودن نظراتی که سفر از قبل برنامه ریزی شده ی آقای مکرون را انتقاد کرده، در حالی که او سفرش را نیمه کاره گذاشت و به الیزه رفت، تشکیل هیئت بررسی داد و روزنامه لیبراسیون هم خبر را منتشر کرد. مگر ممکن بود در چنین شرایطی رئیس جمهور به خوشگذرانی بپردازد؟ او حتی یک شنبه شب از رئیس جمهور چین در جنوب فرانسه پذیرایی کرد که قرار است بعد از سفر روم و بروکسل از 24 مارس برای 3 روز به فرانسه بیاید. دیدارها و یادداشت‌ها از نارضایتی مردم را خانم لوپن که شهرت به راست افراطی دارد نپسندید و در تلویزیون گفت واکنش‌های آقای مکرون با ضعف توأم است. در اخبار بین‌المللی این قاتل تروریست زولاند نوست که به او تفهیم اتهام می‌شود. در زولاند نو و دموکراسی اجازه انتشار چهره او تا زمانی که رأی دادگاه و اثبات اتهام انجام گیرد در صحن دادگاه اجازه عکاسی و فیلمبرداری وجود ندارد. امروز در عمل مشابهی در هلند چندین نفر زخمی و 1 نفر جان باخت. پلیس چهره فرد مظنون را منتشر ساخته است. دیشب در خیابان شانزلیزه در ساعت 2 صبح پلیس مردی را دستگیر کرد که به هنگام رانندگی مست بود و سپس مشخص شد او یکی از تروریست های پنهان شده بود است. رسانه های اسرائیلی می گویند حکومت جمهوری اسلامی تلفن نخست وزیر سابق آقای اهود باراک را هک و شنود می کرد است. انتشار این خبر در زمان انجام انتخابات در اسرائیل کمی قابل تعمق است و اگر به حقیقت هم نزدیک باشد شاید پرونده دومی را سایه می اندازد، یعنی عمل مقابله به مثل و معکوس، شنود تلفن مقامات جمهوری اسلامی توسط اسرائیل. در آذربایجان اعضای اوپک جلسه‌ای را برگزار کردند و نشست هفته سوم ماه آوریل خود را به پایان ماه ژوئن تغییر دادند. هر بار که می‌خواهید سیاست و اقتصاد را به 1 کلمه تبدیل کنید، از کلمه نفت استفاده کنید. ترکیه، عراق و جمهوری اسلامی نشستی را با سوریه در دمشق برگزار می کنند تا موانعی در برابر تروریسم را برنامه ریزی کنند. این بخشی از بازماندگان و خانواده داعش در سوریه است. خانم شاپرک شجاع‌زاده در کنار روزنامه نگاری در کانادا نشسته که می گوید پس از فرار از ایران همراه فرزند خردسالش، او را به دلیل تظاهرات علیه حجاب به 20 سال زندان محکوم کردند. این عکس تزئینی نشریه ولور اکتوئل درباره حجاب و حکم علیه خانم نسرین ستوده است. مقاله میگوید حجاب باعث افراطی‌گری حکومت شده است. و این هم از بلند پروازی پرنده و انسان که در شیلی فیلم برداری شده است. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه
که سفرها کرد.